اینجا در استودیو امید معماریان روزنامه نگار همراه من شده. های معماریان خیلی خوش آمدید به برنامه امروز، از نزدیک میبینمتون، خیلی خوشحالم. بحث رو میخوام اینجوری شروع بکنم که مکارتی تلاش کرده بود که نظر دولت تعطیل بشه و جلوی تعطیلی رو بگیره، بالاخره نمیدونم میگن تبانی کرده، صحبت کرده، چیکار کرده، اما چقدر فکر میکنید که این برکناریش در خصوص همین مسئله است، یعنی که چیز دیگه پشت پرده است که ما در جریانش نیستیم؟ قطعاً نقش مهمی داره که به هر حال مکارتی تلاش نکرد که اون خواسته های بخش افراطی حزب دموکرات رو برآورده بکنه و به یک نحوی عاقبت این بودجه تمدید، در واقع بودجه برای 45 روز جلو رفتش که دموکرات ها کمکشون باعث شد که به هر حال جلو بره، و از این جهت خب احساس اون بخش تندرو که به هر حال خیلی نفوذ داره در حزب جمهوری خواه این استش که به مکارتی نمیشد اعتماد کرد و زمانش رسیدی که از ریاست مجلس نمایندگان کنار گذاشته بشه. قطعا اون نقش خیلی مهمی داشت. مسئله‌ای که الان ما باش مواجه هستیم این استش که خبر این مسئله بی سابقه ای هست، تاریخی هستش، و معمولا دعوا بین حزب جمهوری خواه و دموکرات هست، یعنی اینا با هم دعوا دارن سر مسائل مختلف، بستگی به اینکه چه کسی در اکثریت هست این اختلافا رو دارن. الان ما با یه شرایطی مواجه هستیم که جمهوری خواهان در داخل خودشون جنگ و دعوا دارن. من از صبح گوش میکردم به مصاحبه های نمایندگان جمهوری خواه و اینها داشتن به همدیگه حمله میکردن و به هر حال انتقاد میکردن، و از این جهت خب یک وضعیت بسیار آشفته هست. از یه طرف هم حالا خیلی ها میگن که ماجرای دادگاه ترامپ رو داریم، الان هم احتمال این درگیری ها ایجاد شده. خیلی احتمال میدن مثل دوره کلینتون دموکرات ها دنبال تعطیلی هستن تا اینکه دوباره یه جوری بایدن رای بیاره. چقدر این رو محتمل میدونید؟ اونجوری که به هر حال ما میبینیم از اتفاقاتی که افتاده، این کل این مسئله یک مسئله داخل جمهوری خواهان هست. یعنی هیچ کنترلی نداشتن دموکرات ها روی این مسئله. اگر تصمیم میگرفتن این 8 نماینده جمهوری خواه که این اتفاق نیفته دیر روز گذشته نمیافتاد، بیش نزدیک 200 نفر، بیش از 200 نفر از نمایندگان جمهوری خواه مجلس نمایندگان مخالف چنین مسئله بودن، ولی به خاطر اکثریت بسیار شکننده حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان اتفاق تونست با یک به هر حال تعداد رأی بسیار کمی اتفاق بیفته. بنابراین عمده جمهوری خواهان هم این اتفاق نمیخواستن بیفته، ولی خب مکارتی هم کسی نبود که دموکرات‌ها بخوان که براش هزینه بکنن. در طی ماه گذشته، در 9 ماه گذشته کارایی کرده بود، تصمیمایی گرفته بود، مخصوصا تصمیم شروع شهادت‌های مرتبط با استیضاح بایدن، مجموع تصمیمایی گرفته بود، کسی نبود که نه اون تندروهای حزب خودش بشه اعتماد بکنن نه دموکرات‌ها. آینده این حزب رو و این وضعیت سیاسی داخلی آمریکا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ بسیار خطرناک هست، به خاطر اینکه الان فصل بودجه هستش برای سال آینده، الان فصلی هستش که به هر حال ما وارد فصل انتخابات ریاست جمهوری میشیم. کارکرد مجلس نمایندگان خیلی مهم هستش که نشون بده که داره برای مردم آمریکا کار میکنه. در مرزها ما مشکلات بسیار جدی داریم، مسائل اجتماعی بسیار جدی داریم، مسائل اقتصادی بسیار مهمی داریم. مردم واقعا نگاه میکنن که مثلا تورم وجود داره، قیمت بنزین بالا رفته. بنابراین الان باید که حسابی کار قانونگذاری فعال باشن که ما میبینیم که در طی توی حداقل تو چشمانداز 2-3 ماه آینده بسیار تاریک است. خیلی ممنونم امید معماریان، روزنامه‌نگار که اینجا همراه من در استودیو بود.